شیطانی که ممکنه خیلی وقتها در قامت یک انسان ظهور کنه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در جدیدترین سخنرانیش در روستایی در شهر سومسرای استان گیلان که به گفته خودش اتفاقی و بدون برنامه ریزی بوده، بدون نام بردن از سران نظام جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را شیطان و اعضای شورای نگهبان را کارگزاران شیطان معرفی کرد. اون کسانی که دائما بین مردم تفرقه درست میکنن، مردم رو مقابل هم قرار میدن، جنگ و خونریزی درست میکنن، انسانند یا شیطانند؟ ظاهرشون انسانه، اصل وجود شیطانه. احمدی نژاد چون میداند که انتقاد مستقیم و علنی از علی خامنه‌ای و دیگر سران نظام هزینه سنگینی دارد، تلاش زیادی کرد تا انتقاداتش را در لفافه مطرح کند. اونهایی که از جیب ملت ها و به قیمت فقر ملت ها کاخ ها برپا می کنند و اصلا ککشون نمیگزه، مردم ناراحتن، نگرانی دارن، هششون گره نوهشونه، مشکل دارن. حالا تو ایران چند میلیون، در کره زمین چند صد میلیون نمیتونه اجاره خونه‌شو بده، نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه حوایج اولیه زندگیشو تامین بکنه و داره حسرت میخوره، میبینه و روی انبارهای ثروت نشسته و ککش نمیگذد، این انسانه یا شیطانه؟ احمدی نژاد در بخشایی از سخنرانیش با هدف ردگم کنی از کشورهای دیگر و ملتهای جهان صحبت میکرد، ولی وقتی بخشای مختلف سخنرانی او را کنار هم بگذارید، به راحتی متوجه میشوید که محور اصلی سخنرانی او وضعیت در ایران است و منظور او از شیطان علی خامنه ای است. دومین کاری که شیطان میکند اینه که جوری عمل میکنه که ما خود شیطان رو فراموش کنیم. یادمون بره که شیطانی هم هست، شیطانی که ممکنه خیلی وقتها در قامت یک انسان ظهور کنه. ظاهرش انسانه، اما به کل وجودش نگاه میکنه اینو خود شیطانه. اون کسانی که به فقر مردم رضایت میدند، سوال میکنم از شما، انسانن یا شیطانن؟ بخش عمده سخنرانی احمدی نژاد به موضوع فقر و درگیری در ایران و جهان اختصاص داشت و او میگفت شیطان و شیطانیان عامل این وضعیت هستند. من بارها گفتم دیگه تکرار نداره، همین ایران اگر همین پول نفت و گاز رو به جای اینکه بگیرن دست خودشون از طرف مردم هزینه کنن که تمام سوء استفاده ها، فساد ها همش از همین نقطه است، پول مردم بدن تو جیب خود مردم، همه مردم ایران در رفاه زندگی میکنن. اما اون چیه که نمیذاره؟ اون چه عاملی است که اجازه نمیدهد به فقر مردم رضایت میدند؟ شیطان. احمدی نژاد در کنار کلیگویی‌هایش به وضعیت اقتصادی در ایران هم اشاره کرد و گفت این شیطان است که نمیخواهد وضعیت اقتصادی مردم ایران بهبود پیدا کند. خدا به اندازه کافی ثروت در این عالم قرار داده است که همه انسان ها مرفه زندگی کند، نه اینکه سه شیفت کار کنه 24 ساعت بدو. نه، ما حساب کردیم در همین ایران خودمون یه شیفت معمولی کار بکنه و مرفه زندگی کنه. آقا یه جوری شیطان جلوه میده که انگار خدا دشمن انسان هاست، اینا رو انداخته تو هچل، میگه یالا زج بکشید، خدا داره انتقام میکشه از... نه بابا اینطوری نیست، شیطان داره انتقام میکشه، خدا نخواسته است. روزنامه کلید چند روز پیشتر در گزارشی درباره اینکه میلیون‌ها ایرانی زیر خط فقر به سر می‌برند، با ترسیم دست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حال کشیدن خط فقر، به خوبی نشان داد که عامل فقر و بدبختی ملت ایران کسی نیست جز رهبر جمهوری اسلامی. خیلی باورمون میشه که همینه دیگه، باید همینطوری باشه دیگه، باید یه عده‌ای برتر باشن، یه عده‌ای
پایین‌تر و حقیقت‌تر باور می‌کنیم. چرا باید باور کنیم؟ چرا باید بپذیریم مناسبات طاغوتی رو، مناسبات شیطانی را؟ یه عده میگن ما به دنیا اومدیم برتر بودیم، ما اصلا جنسمون برتر است، ما حق داریم ببریم. دست اندازی میکنن به همه جا. چرا باید بپذیریم؟ احمدی نژاد در ادامه گفت باید روزی صد بار برای شیطان، یعنی عامل فقر مردم ایران و همکارانش، آرزوی نابودی کنیم. من حالا خودم به نظرم میرسه واقعا ما باید این با دستمون یا تسبیح دستمون باشه روزی صد بار بگیم خدای شیطان رو لعنت کن، خدای شیطان رو لعنت کن، نابودش کن، خدای همه شیطانیان رو نابود کن، بشریت رو از شر شیطان و شیطانیان نجات عنایت بده. اما محمود احمدی نژاد در ادامه سخنرانیش واضح‌تر و صریح‌تر صحبت کرد و دیگر جای تردیدی نگذاشت که منظورش از شیطان علی خامنه‌ای و منظورش از کارگزاران شیطان دیگر مقامات ارشد نظام از جمله اعضای شورای نگهبان است که او را برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کردند. خدا انسان‌ها را آزاد آفریده است. یه عده‌ای میان میخوان انسان‌ها را در بند کنند، محدود کنند. دیگه آقا شما فقط به فکر نون آب شبت باش، چیزای دیگه حق دخالت نده، این حرف حق نداری بزن، اون حرف حق نداری بزن، اینجوری حق نداری فکر کنی، باید اینجوری که من میگم فکر کنی. این هر کس اینجوری رفتار کرد بدانی یا خود شیطان است یا کارگزارش. اوج آزادی انسان‌ها در حق تعیین سرنوشته، خدا آزاد گذاشته، میگه خودت انتخاب کن، مسئولیتش هم با خودت، هر چی انتخاب کردی، این برای میخوای انتخاب کنی این نتیجه‌شه، این برای میخوای انتخاب کنی این نتیجه‌شه، آزاد گذاشته خدا. میان در سطح جوامع انتخاب سرنوشت جامعه به عهده کیست؟ تک تک مردم، حق مردم است. اما نگاه کنید تو دنیا الان اکثر جا، کشور ما هم همینطوره، یه عده پیدا شدن میگن مردم چی کاره؟ مردم چی کاره؟ بسکر به لطایف الهیل امروز در دنیا مردم رو کنار میزنند با بازی های مختلف تا اراده مردم حاکم نشود، تا حق تعیین سرنوشت مردم جاری نشود، تا کار بیفته دست یه عده‌ای. به شما عرض کنم تا زمانی که کار دست یه عده‌ای است و اکثر و قاطع مردم کاری نیستن و از همین است و همین است و همین دوست مردم میفته. آقا 8 میلیارد 85 میلیون ایرانی داری، آقا چطور چند نفر فکر میکنن از 85 میلیون بیشتر میفهمن؟ من جای دیگه گفتم هر کس تو کره زمین به ذهنش بیاد که از همه مردم بیشتر میفهمد، مطمئن باشید اون نفهمترین آدم رو میزن. البته محمود احمدی نژاد ظاهرا فراموش کرده که روزگاری دست فردی که امروز شیطان میخواند بوسیده و به خواست و حمایت او در 2 دوره رئیس جمهور شده، از سرکوب و کشتار مردم در سال 88 حمایت کرده و با تشدید تنش و درگیری با دنیا و کاغذ پاره خواندن قطعنامه های سازمان ملل باعث فقر و بدبختی بخش بزرگی از ملت ایران شده. آقا اینا خودشون توشون یه اشکالی داره که مردم اینجوری ببینن، آقا این همه مردم دارن زندگی میکنن، دنبال تجاوز نیستن، دنبال فساد نیستن، دنبال سلطه‌گری نیستن، چرا اینطوری خیال میکنند؟ چرا اینجوری خیال میکنه؟ یا شیطان است
یا کارگزار و تحت تأثیر شیطان است. چون شیطان قسم خورد گفت خدایا من میخوام اینا رو لهشون کنم. خب له کردن چه جوریه؟ همین که بگی آقا 85 میلیون نمیفهمد، له کردن از این بالاتر؟ عجب من نمیفهمد؟ چون چند نفر میفهمی؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون.